برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. طبق فتوای بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله دادگاه های حکومتی مشروعیت ندارند. یکی از مقلدان معظم الله پرسشی در این باره مطرح کرد و گفت آیا دادگاهی که تابع حکومت است و در برابر حاکمیت گردن نهاده است و حکم به زندان تظاهر کنندگان و اعدام برخی از ایشان می کند حجیت دارد؟ پاسخ آیت الله العظمی شیرازی در این باره چنین بود: یک چنین دادگاهی مشروعیت ندارد، بلکه دستگاه قضا باید کاملا از حکومت مستقل باشد و تحت تأثیر آن نیز نباشد. این مسئله اینگونه محرز می شود که این دستگاه بتواند شکایت های مردم حتی علیه بالاترین مقام کشور را دریافت کرده و مورد بررسی قرار دهد. جک دروسی یکی از بنیانگذاران توییتر و مدیرعامل سابق این پلتفرم بوده و از این شرکت جدا شده، با راه اندازی پلتفرمی یک رقیب جدید برای توییتر ایجاد کرد. نام این پلتفرم جدید بلو اسکای است و اکنون برای پشت سر گذاشتن مرحله آزمایشی خود بر روی اپل استور قرار گرفته شده است. پلیس فدرال استرالیا اعلام کرده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، قاچاق مواد مخدر از نوع متامفتامین شیشه تولید شده در این کشور به استرالیا افزایش یافته است. کار توزیع مواد قاچاق شده توسط باندهای فروشنده مواد مخدر در استرالیا انجام می شود. گزارش شده که بیشتر مواد مخدر در سال گذشته از طریق پست بین‌المللی و در داخل پاسپورت‌ها و لباس‌های سنتی انتقال داده شده و مقصد آنها بیشتر شهر نیو ساوت ویلز استرالیا بوده است. این در حالی است که مواد مخدر به ویژه تریاک در شماری از ولایت‌های افغانستان آزادانه خرید و فروش می‌شود. دولت دانمارک روز گذشته به پیشنهاد یکی از احزاب راست افراطی این کشور مبنی بر بحث در پارلمان درباره ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به گفته وزیر مهاجرت و اتباع دانمارک، دولت از پیشنهاد حزب مردم دانمارک مبنی بر ممنوعیت پوشیدن حجاب دانش آموزان و کارکنان در مدارس ابتدایی حمایت نخواهد کرد. دانشگاه پرینستون در آمریکا برنامه‌ریزی غذایی ماه رمضان برای دانشجویان مسلمان را بهبود بخشیده، اما با این حال همچنان نگرانی درباره دسترسی به غذای حلال وجود دارد. با آغاز ماه رمضان در 22 مارس، دانشجویان مسلمان نسبت به دسترسی و تنوع غذاهای حلال ابراز نگرانی کردند. در پاسخ به واکنش دانشجویان مسلمان در سال گذشته، سالن غذاخوری دانشگاه پرینستون تغییراتی را در مواد غذایی موجود در ماه رمضان ایجاد کرده و در برنامه‌ای هم برای روزهای ماه رمضان تهیه کرده است.